حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: موشک‌ها و پهپادهای ایران می‌توانند ویرانی‌های بزرگتری در سراسر جهان ایجاد کنند. ما مفتخریم که قانون مبارزه با جنایت را برای محدود کردن زرادخانه ایران، بازدارندگی بازیگران بدخواه از حمایت از ایران و نیروهای نیابتی آن و جلوگیری از تکثیر این سلاح‌های خطرناک در میدان‌های نبرد جدید، صرف نظر از اینکه محدودیت‌های سازمان ملل وجود دارد یا نه، معرفی می‌کنیم. مارک دوبوویتس، مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها: رژیم به جای بهبود وضعیت زندگی مردم ایران، بیش از 1 میلیارد دلار برای نیروهای نیابتیش به علاوه رژیم بشار اسد هزینه می‌کند. واضح است که 1 میلیارد دلار شامل پولی نمی‌شود که رژیم برای اسد و شبه نظامیانش در سوریه خرج کرده است. طرح کمیته پارلمانی سوئد به ریاست مارکوس وکر: مرگ ژینا امینی در سپتامبر 2022 نقطه آغازی برای تظاهرات سراسری بود که هنوز هم در جریان است. رژیم افرادی را که تظاهرات می‌کردند اعدام کرده است. این کمیته خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم می‌کند. این کمیته همچنین استفاده از مجازات اعدام را محکوم کرده و خواهان لغو آن است. نظر این کمیته این است که سوئد باید برای ایجاد توافق در اتحادیه اروپا تلاش کند تا سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد و پارلمان باید از این موضوع حمایت کرده و آن را به دولت اعلام کند. دومینیک آتیاس، رئیس هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپا: امسال بیش از 10 نفر در هفته اعدام می‌شوند. سازمان ملل این اعدام‌ها را محکوم می‌کند. حاکمان جهان به اصطلاح متمدن باید از حمایت از این آخوندهای تشنه به خون دست بردارند. زنان و مردان جهان نظاره‌گر شما هستند.